بار دیگر ماه رمضان فرا رسید. رمضان ماه خیر و برکت و رحمت و مغفرت، در واقع ماهی که خداوند متعال اونو فرصتی برای ما قرار داده، در واقع یکی از فرصتهای بزرگ و قیمتی زندگی ما هست. و صفت مؤمنم اینه، و صفت هر انسان عاقلیه، زن بیننده، که به دنبال فرصتها هست، استفاده از فرصتها، فرصتهایی که چه بسا برای مؤمن خیلی قیمتی و ارزشمنده و سرنوشت آخرت اونو تعیین میکنه، یعنی عاقبت اونو تعیین میکنه. و همه ما به دنبال اینیم که عاقبت به خیر بشیم. یعنی عاقبت خیری چیزیه که همه در حقیقت به دنبال اونن، و همه ما چه بسا یکی از دعاهایی که حالا یکی بگیم در حق هم دیگه ما میکنیم تو جامعه اینه که خدا تو را عاقبت به خیر بکنه. یا کسایی که میرن حالا به قول معروف به خانه بخت و ازدواج میکنن، یکی از دعاها برای اونها از سوی والدین یا از سوی در واقع اونهایی که اطرافیان هستند اینه که خداوند اونها را ختم به خیر کنه، عاقبت به خیر بکنه. و دریافتن رمضان و عزیزان بیننده، همین که ما در حقیقت به رمضان رسیدیم، رمضان را درک کردیم و تونستیم که زنده باشیم و رمضان را ببینیم، این نعمت خیلی بزرگی. همین زنده بودن ما و ماندن ما و بقای ما برای درک این ماه، برای دیدن این ماه، برای اینکه بتونیم در این ماه قرار بگیریم، برای اینه که حتی در زندگی سلف ایزان بیننده ما نگاه کنیم، گذشتگان ما، یکی از دعاهاشون همیشه این بود که به رمضان برسند، اینکه رمضان رو دریابند، اینکه این ماه پرخیر و برکت رو دریابند. چرا؟ چون قیمت این ماه ایزان بیننده میدونستن. انسان از چیزی در واقع خوب بهره برداری میکنه که قیمت اونو بدونه، ارزش اون رو بدونه. و چون ماه رمضان ارزش اون برای سلف مشخص بوده و اینکه خداوند متعال چه قیمتی و چه وزنی و چه اهمیتی به این ماه داده و چگونه ما رو فرا خونده به سوی استفاده از این ماه، چگونه در آیات کتاب الهی توصیف میکنه الله متعال این ماه رو، در احادیث نبوی رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع در مورد فضائل این ماه، ارزش های این ماه، فرصت هایی که پیش روی ما هست در این ماه، مغفرت و رحمتی که این ماه داره، این که حالا در واقع شیاطین در غل و زنجیر کشیده میشن، درهای رحمت الهی باز میشن، رحمات الهی به دنیا بیش از پیش، بیش از ماهای دیگه نازل میشه، همه اینها امتیازاتی هست که الله متعال خاص این ماه کرده و اختصاص داده به این ماه. و همون گونه که در کتاب خودش ایزان بیننده الله متعال در قرآن کریم میفرماید که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزه برای شما فرض شده همون گونه که بر امت‌های قبل از شما فرض شده.